مهد کودک حسنا واقع در شهر مقدس کربلا اقدام به برپایی عزاداری ویژه خردسالان نمود. مسئولین مهد کودک هدف از برگزاری این عزاداری ویژه را آشنایی خردسالان و کودکان با چگونگی به شهادت رسیدن حضرت رقیه علیها السلام اعلام کردند. علی اکبری گزارش می‌دهد. مهد کودک حسنا در شهر مقدس کربلا مشتاق است تا ارزش‌ها، باورها و محبت اهل بیت علیهم السلام را در دل کودکان و نوجوانان بپروراند. پرورش محبت اهل بیت سلام الله علیها در دل کودکان موضوعی است که مهد کودک حسنا همواره انجام داده تا یادآور واقعه شهادت حضرت رقیه دختر امام حسین علیهم السلام بر ایشان باشد. حاليا هذا المرك الذكرى السنوية الحالية لسبي أهل البيت عليهم السلام يعني حاليا تستقبل الأطفال سواء بنات أو صبيان من عمر تقريبا لحد 13 سنة للبنات والعمر 11 سنة للأولاد، إضافة إلى أنه هي تقيم مسرحية للأطفال حتى توضح لهم الأيام المؤلمة اللي مروا بها أهل البيت عليهم السلام. به خوبی می توان از چهره معصومانه کودکان شرکت کننده آثار اقدامات عملی مسئولان مهد کودک حسنا را مشاهده کرد. علی اکبری، اخبار شیعه. تعلمون يتعلمون يصيرون مثل الحور، كان من اعداء يزيد صار من احباء الامام الحسين. نتعلم انه نسمع كلامه لما انسان يحتاج مساعده، نسمع كلامه اذا كان نساعده، مثلا يحتاج طلب نساعده نقضي حاجته. هاي طبعا احنا هواي تفيدنا، هاي نتعلم من عندها وهم نحصل بها ثواب ان شاء الله، وان شاء الله جنة كليتنا على امام الحسين. طفنا ما عودت ساعة من الظهرية العاشر حاطة على الخد ديما وقاعدة تكسر الخاطر، تريد أبوها وعدت أبوها تجلب بجسم الحوافر من حرقة وعلينا الخيام. به منظور شناخت هرچه بیشتر صحنه‌های دردناکی که در کربلا و نبرد نابرابر آن با دشمنان اتفاق افتاد، کودکستان حسنا اقدام به تصویرسازی کوچکی از آن رخداد دردناک نمود تا بدین وسیله تصویری واضح‌تر در ذهن کودکان شکل گیرد. بالنسبه الى هذا الماكت عملوا المعلمات المدرسه العفو الروضه تعليم الاطفال عن واقعة الطاف، عن مصائب أهل البيت، عن الأشياء اللي جرت عن الإمام الحسين سلام الله عليه. فهنا عندنا مثلا خيام هنا الله علي يزيد وعمر بن سعد، وهاي وهنا عندنا مثلا نهر العلقمي وهاي. علي أكبري، أخبارش.